یه هنرمندی برنامه اجرا میکرد که بسیار زیبا میخوند. موسیقی که میخوند شاید زیاد با حرفها یا با جمله ها آشنا نبودم، کودک بودم و یه مقدار از این جمله ها و لغت ها برام ناآشنا بود، ولی از صداش لذت میبردم، از قیافه، از این کرکتری که روی صحنه میستاد. از اون زمان تا الان 27-8 سال میگذره و خیلی جالبه واسه من که امروز در مقابل دوربین تپش و در روبروی خودم این هنرمند عزیز رو میبینم. و شاید اگر اون روزی کسی میگفت یه روزی قراره که تو با همین ستاره بزرگی که روی صحنه ازش گفتگو کنی، خودم لبخند میزدم و میخندیدم و اون بیشتر، اگر به اونم میگفتم، بیشتر به من میخندید که این مگه ممکنه همش چیزی. ولی خب گذر زمان هستش و این موقعیت برای بنده پیش اومد تا با این ستاره بزرگ گفتگویی داشته باشم. بارها و بارها سر برنامه های مختلف، سر کنسرت ها، سر برنامه های نوروزی با این عزیز گفتگو داشتم، صحبت کردم، ولی تا به امروز هیچ وقت تو این فضا، تو این حال و به این صورت گفتگو نکرده بودم. یه گفتگوی هست بدون سانسور، بدون روتوش، مطمئنن با کسی که شما دوستش دارید، مطمئنن با کسی که خیلی مستقیم بدون وحشت، بدون ترس حرفش رو همیشه زده و با هنرمندی که 35 سال، 40 سال راحت داره براتون میخونه. ضرب و جمع و تفریق ها رو نیست باییم دست خودش، بعدن الان زودی کاغذ ها و قلم ها رو برمه دارید و سن ها رو حساب بکنید، ولی واقعیت بوده از دوران بسیار بسیار جوانی تا به امروز که همچنان جوان هست برای شما برنامه اجرا کرده و خونده. گفته بودم من بردی به همون سالهای خیلی دور که واقعا درست یادمه. الان با مامان نازنینت که صحبت میکردم گفت یادته، گفتم شما رو من هر وقت میبینم یاد اون روز میفتم که شما بودین و خدا بیامرزه پدر گل تیمسار، که من همیشه عاشق این نازنین بودم و همیشه خودم رو مدیون این نازنین میرسم، چون توی دربار خیلی خیلی بزرگ بودن و خیلی طرفدار داشتن و ما همیشه در تشریفات که بودیم در خدمت بابای نازنین تو بودیم و همینطور مامان گل. و امروز که من در استودیو بودم با مامان که صحبت کردم، همین صحبت تو رو کردیم، گفتم یادتونه علی چند سالش بود، ما در شمال دم ویلای شما رو همیشه عاشق خوندن بودیم و برای خودمون میخوندیم و هایده خیلی به من کمک میکرد، میرفتیم توی مثلا جنگلا و میرفتیم برای جمعه تعطیلات منو میبرد و میگفت بی اینجا بخون، داد بزن، فریاد بزن که صدامون باز بشه. واقعا و همیشه عاشق خوندن بودیم، هرچند که خانواده ما نمیداشتن، چون من 2 سالم بود که پدرم فوت کرد و پدر من یه مردی بود خیلی قدرتمند و خیلی در خانواده قدرت داشت و ایشون 4 زن داشتن و 4 زنشون در یه خونه زندگی میکردن. خیلی جالب اینست که منم بچه آخری هستم، چون مادر من زن آخر پدرم بودن و من هم بچه آخره پدرم بودم و پدرم من 2 سالم بود که پدرم فوت کرد و هیچ وقت نمیدونه اصلا معنی پدر یعنی. شوهرش افسر بود، در یه جایی زندگی میکردیم به نام کوی افسران. در اون کوی افسران در چه شهری؟ در امیرآباد بود. اون کوی افسران در تهران. بله، در اونجا زندگی میکردیم و یه خانواده بودن سرهنگ لادبون که اینها با خانواده دربار، با دختر خانی علازد، خانم سپهباد محوی دوست بودن و در اونجا ما با این خانم لادبون که دوست بودیم، ما رو با خانم سپهباد محوی آشنا کردن و خانم سپهباد محوی خیلی از من و هایده خوشش اومد، ولی خب من چون شوهر نداشتم دیگه اصلا همیشه من با ایشون بودم
و برای اولین بار ما هنوز خواننده نبودیم که برای اولین بار ما در دربار رفت برای شب 28. خب گذشت و ایشون و علی عزت همه خیلی خوش اومده دیگه ما اداره پیدا کرد رفت آمدن و در همین رفت آمد ها با خانواده های بزرگ آشنا شدیم که در اون خانواده در مهمونی ها خب با هنرمندای مثلا مثل پرویز یعقی حبیب الله بدی آدم های خیلی استخوندار و قدرتمند آشنا شدیم و هایده چون شوهر داشت نمیتونست مثل من آزاد باشه و توی مهمونی ها بیاد و من توی مهمونی ها که میرفتم یک روز پرویز یعقی رو دیدم پرویز یعقی دم و دوستان گفتن که به پرویز که این خانم خیلی صداش قشنگه تو یعنی اینو گوش بده و من گفتن که تو بخوند ما اتفاقا این آهنگ یکی از آهنگای شادابا خانم پوران رو خوندم خوندم و پرویز یعقی سر شرم تکونی داد و گفت میشه که من برم از تو ماشین دستگاه بیارم میکروفون بیارم و تو یه دفتگی بخونی گفتم برای چرا نه حتما کار میکنم و برای من عجیب بود چرا مثلا رفتار میکروفون بیارن که صدای من خورسته میکروفون در چند سال بود اون موقع؟ 14-15 سال هم بود 15 سال هم بود آوردن و من حالا با هول و تکون و ترس و لرز و اینا خورسته خوندم اینو خوندم و ایشون گفتن که خیلی خوب تو تلفن داری گفتم برای تلفنم اینه و رفتم درست یادمه یک ماه دو ماه بعدش به من زنگ که من دلم میخواد که تو رو ببینم در آفیسم گفتم برای چه قربان که برای توی آهنگی ساختم گفتم بای من نمیتونم بخونم من برادرم اجازه نمیده فامیلیم اجازه نمیده اصلا نمیتونم بخونم گفت تالو بیا پرسه من رفتم و اینو واقعا همینطور که میگم علی جان حقیقت حقیقت رفتم در دفتر آقای پرویز یحیی و به آقای بیژن ترقی هم دفتر بودن و من دیدم که آقای یحیی این آهنگ اولین آهنگ منو حالا بعد میگم این گل هامو برای من زدن و به من گفتن اینو تمرین کن خوندن و من بعد از مثلا یه رو بعدش گفت حالا تو بخون ببینم و من شعر رو گوشتم جورم و شروع کردم بخونم گفت باری کلا چه با استعداد اونا خب بیا من میخوام ترتیب بدم که تو رو خواننده کنم گفتم من آخه میترسم برادرم منو میکشه اینا گفت نه بابا این حرفا نیست و اینا خواسته اومدم تو خونه و فکرم به مادرم میگفتم خدا بیاز مادر چیکار کنم بیرم چه موقعیته ولی مثلا شک بر منو میکوش و بودم برای پیش خواهم بودم که مهم نیست من انقدر عاشق خوندنم که دلم میخواد برم برای یک بارم شده بخونم و بعد منو بکشم اینو واقعا تایی دلم میگم چون عاشق خوندن بودم و بعد اومدم خونه باش و به پرویز یعقی گفتم که باشه من میخونم گفت خیلی خب پس بیا تمرین بکنی ما همه تمرینامونو کردیم تو فکر کن برای یک خواننده به یه دختری که 15 سالشه خیلی مهمه که این خواننده گل‌های 420 آن که دلم را برد خدایا زندگیم را کرده تر یک آهنگ خیلی سخت ما رو گل‌ها 60 نفر تو استودیو می‌زدن و تو باید زنده این رو می‌خوندی رهبر آقای معروفی خدا بیامرز بود حالا به اونجا هم میرسیم خلاصه من دوباره میخونم و چند روزی رفتیم تمرین و رفتم به استودیو روز که وارد استودیو 8 شدم تو فکر کن تو استودیو وارد شده دیدی 40-50 نفر نشستن دارن میزنن پرویز یعقی با ویالونش پر دست و وایستده جواد معروفی هم داره رهبری میکنه بعد از اون پشت دیدم پشت اون شیشه که ضبط میکنم چه قولای پرویز یا چیز حبیب الله بدیعی کوروش سرهنگ زاده علی تجویدی همه اینا باستن میرن این خواننده ای که پرویز یعقی آورده کیه چون در اون زمان هم که خب تجویدی خانم همیرا رو آورده بودن و آقای بدیعی هم خانم رویا رو آورده بودن و اینا آمده بودن که ببینن این خواننده ای که پرویز یعقی آورده و توی گلها داره اولین بار میخونه کیه و من گفتم همینطور که وایساده بودم گفتم خدایا فقط کمکم کن فکر کن به خودم گفتم فکر کن هیچ کس نیست فقط چشماتو ببند و شروع کن بخوندن پس چشم بستن از اونجا میاد یا به جون خودت علی و واقعا چشمامو بستم حالا بعد موقع خوندنم چشمامو میبستم و میخوندم و همین از اول تا آخر خرابم نکردم همون یک بارم به اون خودم
و تموم شد و بعد دیگه من شدم با همون اولین آهنگ محسی و در روز عید فطر بود این آهنگ در گلها پخش شد. چه حالی داشتم و دیگه ساعتی کنیم بعد از دور نشسته بودیم پای رادیو و به تمام دوستانم گفته بودم که تو رو خدا بیا همه نشسته بودم که ببینن چه شد دیگه. از اینجا چند سال بعد هایده خانم شد؟ هایده بعد از یه سال دو سال بعد. بعد از یه سال دو سال بعد. کیا اون عزیز من میا، کیا اون عزیز من میا، صدا صدا خودشه خودشه، این همون صدا میگر ما شناشه. چطوری دفشه یا دیگه خیلی دیر شده، با فساد نیستلم یه دفونه دیر شده. چطوری دفشه یا دیگه گریم نمیاد، به طولات خودشه دیگه عشقم نمیخواد. کیا کیا اون عزیز من میاد، کیا کیا اون عزیز من میاد، صدا صداشه خودشه خودشه، این همون صدا دیگر ناشنا میاشه. روابط خانواده چند تا خواهر برادر؟ کلن ما سه تا خواهر یه برادر، از مادر و پدر یکی، ولی ناتنی 13 تا خواهر و 5 تا برادر بودیم. با هیچ کدوم اینا در رابطه هستی؟ همشون بیشترشون قربونت برم فوت کردن، ولی با اون چند تایی که هست خانه، چون مثلا توی خانواده ما اصلا این حرفا نبود که زن بابا، مثلا من که زن بابا فوت کردن تو نمیدی چه، ما عاشق هم دیگه بودیم، اصلا احساس زن بابایی و خواهر ناتنی و برادر ناتنی اصلا نمی کردیم، همیشه فامیلی با هم دیگه خیلی گرم. مثل برادر که گفتی فامیل دیگه گفتی نسبت به فامیلی که اون برادر من فامیلش رو عوض کرد، عوض کرده اون کرد سالارپور. آها، برای شما من همون دده بالا، دده بالا بود. وقت در تهران به دنیا آمدی؟ در تهران به دنیا آمدم، در تهران هم بزرگ شدم. خانواده تهرانی هستن؟ نه، پدر من مال تبریز، مادر من مال رشت، از سمیه رشت. موقع خوندن و باز برمیگردیم به آهنگای مختلفی که اجرا کردی، چند تا آهنگ کلن تا حالا اجرا کردی؟ علی جان واقعا خیلی آهنگ خوندم، نمیتونم بهت بگم 300 تا، خیلی آهنگ خوندم. از فضای گلها به اومدن به موسیقی پاپ یا مردمی چطور شده اتفاق افتاد؟ من دو سال در گلها میخوندم، با پرویز یعقی کار کردم، با آقای مهندس همایون خرم کار کردم، با اسدالله ملک کار کردم، با حبیب الله بدیعی کار کردم در گلها، و بعد انوشیروان روحانی بعد از دو تا آهنگی که من خونده بودم از پرویز یعقی در گلها، انوشیروان روحانی اون آهنگ معروف دارم سوالی ای خدا اون رو برای من ساختن. واقعا اونم یک دفعه بعد از اون گل کرد که در شما رادیو پخشید. پس از اونجا چند ساله بودید مثلا اون موقع؟ دیگه همینطور گذشت دیگه، خیلی زود، مثلا یه سال دو سال بعدش، 18 سال 19 سال، همون در سال نمون 18 سال دیگه بودم، چون هنوز سحر رو نداشتم. خب اسم محسدی از کجا میاد؟ آها، اسم محسدی رو پرویز یا حقی برام انتخاب کرد. چطور؟ خب من دوست دارم اسم، چون اسم من در خونه افتخاره، رموزن افی، گفت دوست دارم که یه اسم مستعار قشنگ برای تو پیدا کنم، چون خیلی به من محبت دارن، خیلی به من لطف دارن، کما که هنوزم باشون در رابطه هستم، تلفنی تماس داریم با هم، برای من اسم انتخاب کردم و چقدر اسم قشنگی فکر میکنم. علی جان زمان زمان هم گفتن اگه هر که خواننده بشه خیلی خطرناکه، مخصوصا زن، به همین دلیل برادرم نمیذاشت ما بخونم، و من خوشبختانه اولین آهنگم که پخش شد توی منزل آقای خیلی معروفن، در اونجا بودم که با شوهرم پدر سحر کوروش ناظمیان آشنا شدم، چون کوروش ناظمیان هم کرمانشاهیه و مادرش از شاهزاده احترام سلطنه ایناست، پالیزی
در منزل پاریزی من رفته بودم اون شب با کوروش نازمیان آشنا شدم و چون دیدم که کوروش اولا یه مرد خیلی خوش‌تیپی بود و قد بلند و چارشونه بود. تو چه کاری بودن ایشون؟ ایشون تو کار شرکت نفت. خب خوشم آمد، اونم تا بار زن نگرفته بود و منم که شوهر نکرده بودم، دیدم بهترینه که من فوری شوهر کنم. چند سالشون بود؟ کوروش از من 5-6 سال. شما چند سال بود در اون زمان؟ من 19 سالم بود که زن کوروش شدم. خب چند سال این ازدواج به طول کرد؟ چند سال، من سحر رو به دنیا آوردم، سحر 4 سالش بود که جدا شدم. 10 سال فکر کنم با کوروش زندگی کردم. 10 سال زندگی کردم. بله. خب بعد از اون؟ بعد از اون زن بهرام سلندجی شدم که اون هم کرد بود. دیگه بچه دیگه خب؟ نه، من بچه فقط یک دونه. تو هیچ وقت دوست نداشتم که بچه دو جور داشته باشم. خوشبختانه بهرام هم خودش یک پسر داشت، پس برای این احتیاج نبود که حسرت بچه نداشتیم. آخه من یک دونه دختر دارم، پسر همه میدونم. بعد از بهرام سلندجی ازیده بوده بزرگت این رقیب هایده شاید من هستی. این مسئله بوده که همیشه بوده این رقابت تو زندگی هایده و مهستی به عنوان دوتا خواهر کنار گذاشته بشه، به عنوان دوتا همکار به چه صورتی بود؟ علی جون، به جان یک دونه دخترم به روح خودش قسم، این را همیشه به گوش من میشنفتیم که میگفتن هایده و مهستی الان با هم قرن، با هم خیلی رقیبن، در صد که ما هر شب با هم دیگه بودیم. یعنی اگه هایده یه وقت ناراحت میشد از صاحب کاباره میگو مستی تو داری الان تو شکوفینا میخونی، من هم در باکارا مثلا میخونم، من میخوام قهر کنم. یه وقت نمیم به تو بگن که بخونی یا تو بخونی، میگفتم هیچ وقت امکان نداره. یعنی ما اینقدر همدیگر رو دوست داشتیم، ولی رقابت قشنگه علی جان، رقابت. میخوام من دنبال کار خوب میرفتم، اون هم دنبال کار خوب میرفت. دلیل نداره که با هم دیگه دشمنی داشته باشیم. زمانی بود که قهر باشید با هم دیگه؟ نه، ما قهریم مثلا همیشه فامیلی بود، اگر قهر هم میکردیم بدون یه هفته، ولی برای کار نبود. برای کار نبود؟ هیچ وقت برای کار نبود. فامیلی بود، یه وقتا از هم دیگه دلخور میشدیم، اونم یه هفته بیشتر طول نمیکشید، اگر خیلی زیاد طول میکشید. چون واقعا من عاشق هایده بودم، چون از کوچیکی خب با هایده اصلا زندگی کردم. آهنگی بود که هایده دوست داشتش و مهستی خونده به خاطر همین مسئله دلخور شده باشه یا برعکس آهنگی که شما دوست داشتید ولی خانم هایده اجرا کردش و میگفتی کاش که این آهنگ رو من میخوندم یا این آهنگ بیشتر به درد من میخورد؟ اینجوری با هم صحبت نمی کردیم، ولی من مثلا آهنگ مستی هایده رو خیلی دوست داشتم. کمان که هایده زنده بود که من این آهنگ مستی رو در خونه در منزل حبیب‌الله بدیع خوندم و خیلی هم قشنگ ضبط شده و نوارش دادم بیرون در اینجا بود، خود هایده بود با رضایت هایده. یعنی ما اینقدر با هم دیگه راحت بودیم. دو هایده من عاشق این آهنگم و خوندم. من نه با چیزی اصلا. این شایعاتی که به هر صورت پس دورور شما همیشه دور میزدش و به خدا هیچ وقت درست نبود. درست نبود هیچ وقت. اینو قسم میخورم هیچ وقت درست نبود. فکر بکنی اگه امروز هایده بود همون موقعیتی که اون روزی که رفت رو داشت یا به خاطر گذر زمان اون موقعیت رو از دست داده بود و الان نداشت؟ داشت. هایده خودت میدونی واقعا صدای هایده رو بگی نظیرش نخواهد اومد، اون قدرت صدا، آهنگ مختلفی که اجرا کردیم، فضای مختلفی که بوده، هر کدوم از این آهنگ ها یک حال هوای دیگه داشته. مهستی از 35 میلیون جمعیت اون زمان اومده به لس آنجلس که شاید در اروپا، در لس آنجلس، در شهرهای مختلف جوری 50 نفر، 100 نفر، 150 نفر برنامه اجرا میکنه. چه احساسی داره؟ احساسم اینه که الان خب انقلاب شده، ولی من همون 50 نفرم دوست دارم که هنوز مهستی رو دوست دارم و مثل همون 10,000 نفر و 20,000 نفرم، برای من همون 50 نفرم. ولی حتی که جلوی اون 10,000 نفرم میخونم، همون حالت دارم که برای اونا هم میخونم، چون همه برای من عزیزن. چون یک جایی هستش که اون همه جمعیت نیست، با همون قد باید بیان.
و مهستی همیشه مهستی. مهستی خودش رو چطوری حفظ میکنه که مهستی باشه؟ آها، مهستی همیشه عاشق مردم بوده، چون من فکر میکنم که هر هنرمندی این مردم هستن که مهستی مهستی میشه و این مردم هستن که مهستی رو دیگه میدارن. و چرا؟ و من مهستی باید چیکار کنه؟ مهستی باید همیشه همیشه گفتم احترام به تمام ملتش بذاره. وقتی 50 نفر اومدن من نباید بگم چون کم عمل نمیرم بخونم، من باید احترام بذارم برای اون 50 نفرم، برام همون کاری که برای ماها توقعش رو دارید بعد از این همه سال که خوندید به شماها نمیدن. نسبت به این مسئله شما چه احساسی؟ من احساسم اینه، میگم اینقدر خودم رو بالا میدونم که اصلا برای من اهمیتی نداره، ولی من فقط نصیحت میکنم به این جوان ها که اگر شما این کار رو به بزرگتر از خودتون، به پیشکسوت های خودتون احترام بذارین، خودتون رو بالا بردین و به خودتون احترام گذاشتین. چون من فکر کن علی جون اگه به من بیان جلو سلام به من بکنه یا نکنه برای من چیزی کم نمیشه از من، ولی اونا برای خودشون مهمه که احترام بذارن که بعد احترام بگیرن در آینده. این یکی از کارهای هنریه. چون من خودم اون زمانی که من و هایده میخوندیم کمان که تا به امروز همیشه برای من قابل احترامم خانم الهه، شادروان خانم پوران، خانم مجدیه، خانم دلکش، همه اینا هر کجایی که ما میدیدیم واقعا من سر فرود می آوردم و می گفتم افتخار منه که امشب در حضور شما هستم. چون اون نازنینا بودن که من شدم مهستی. از صداها و شعرهای قشنگی که برای اینا ساختن و اونها خوندن من یاد گرفتم. مهستی تو زندگی به چی وسواس داره؟ به چی وسواس دارم؟ به کار هنریم خیلی وسواس دارم، عاشق کارم هستم. یعنی من اصلا کار هنری رو عاشقشم، صحنه رو عاشقشم. تو زندگی معمولی چی؟ تو زندگی معمولی عاشق خونمم، دلم میخواد خیلی تمیزی رو دوست دارم و خیلی میگم عاشق تمیزی هستم و عاشق لباس و چیزای خوب بپوشم. عاشق بچه هم که دیگه همه میدونن که من واقعا تو دنیا عاشق یک دونه دخترم هستم و خدا رو شکر میکنم که دخترم من رو سفید کرده. واقعا خودتو سهر رو میشناسی، واقعا بهش افتخار میکنم. بیام که من هنوز یادتم، با آب سینه سوز یادتم، شب یادتم، ما روز یادتم، فداشم یادتم، فداشم. بیام که جز تو یار ندارم، صبر ندارم، قرار ندارم، به هیچ کس جز تو کار ندارم، فداشم ندارم، فداشم. اگر بگن خود شما قاضی خودت باشی، یک ایراد از خودت بخوای بگیری، به چه مسئله ایراد میگیری از خودت؟ به مسئله این که خیلی احساساتیه و زیاد از حد از خودم میگذرم، گذشتم خیلی زیاد از خودم، همیشه میگذرم به خدا. از خود گذشتی؟ از خود گذشتی که همیشه این بوده، خیلی هم ضررش رو دیدم ولی باز میگم عیب نداره. تا به امروز باز میبینم من موفقم. وقتی باز دوباره به زندگی نگاه میکنی، اگر میتونستی برگردی به عقب، واقعیت، چون الان به هر کسی میگیم مثلا میگه نه همین هر چی بوده واقعا بوده، میخواستی یه چیزی رو عوض کنی تو زندگی خودت؟ و مطمئنا برای هر انسانی مثلا وجود داره که دوست داره برگرده به عقب و یه مقدار مسائل رو عوض کنه. واسه من هستش حتما، مطمئنا برای شما هم هستش. چی هست برای شما که دوست داری؟ عقل الانم رو داشتم، خیلی دلم میخواست. چی کار میکردی اگه عقل الانم داشتی؟ برای زندگیم خیلی کارهایی که نکردم میکردم. مثل مثلا میگم من عاشق هنرم، عاشق خوندن هستم، برای دلم میخواستش که خب چون من خیلی زندگی های خوب کردیم، خیلی زندگی داشتیم، همه را دست دادیم. اگر عقل الان داشتم خب یه فکر میکنم یه خانه زن و بیزنس فومنید از اون یه لحاظ دیگر بشده، مثل الان که دارم این کارهایی که الان دارم میکنم، عطرو کرمام و آره دوست داشتم که در اون زمانام این کارو بکنم.
و از چطور شد به فکر این افتادی که عطر سحر رو بدی بازار یا کرما رو بدی به بازار؟ اینو قبول میکنی علی جان؟ به جان یک دونه دخترم، هر کجا که میرفتم به من همه میگفتن من هستی، تو رو خدا تو پیش کی عمل کردی پوست تو؟ صورتت خیلی خوبه. میگفتم به خدا من صورتم هنوز عمل نکردم و به همین دلیل با این کارخونه یعنی هیچی دماغ نه فقط. بله چشمم و دماغم که گفتم به همه آه. اون پلکمه و دماغ بله، ولی پوستم و اصلا دست داشتم. به همین دلیل به فکر خودم گفتم من الان دارم با این چیزی کلاینتر کار میکنم، بهتره که بگم من از کرماش رو من خیلی کار کردم تو پوست من. چون با همون خانم مینا شریف زاده که دوستی داشتم، ایشون منو بردن پیش اون دکترای اونجا و گفتم مادرم میخواد که روی این چون بزرگترین خواننده ایرانی و اینا رو پوستش کار کنی و رو پوست من کار کنم. من خیلی واقعا راضی بودم به همین دلیل که هر کی من گفت تو پیش کی عمل کردی. و بعد پیش خودم گفتم که با سحر صحبت کردیم، گفتم سحر تو چی صلاح میدونی؟ بهتر نیست که مثلا این کرمم رو در بیارم؟ خب چه بهتر وقتی که من این همه از پوست من راضی هستن، من این رو با همه هموطنانم شریک باشم، چرا یه چیز خوبی که خودم استفاده میکنم اونا استفاده نکنن. و اینو به جرأت میگم که بهترینه، کما که دارین پوست منو میبینین و بعدم هر عزیزی که از من این کرما رو تو عرض این دو سال گرفته خوشبختانه ادامه داده چون نتیجهش رو دید. عطر چی شد؟ از که همیشه عاشق عطر بودم، من همیشه عاشق به پوستم برسم و عطر بزنم. میگم دوست دارم که یه زن شیک باشه، خوشبو باشه. خیلی مهمه این به نظر من شخصیت اون خانم رو نشون میده که تو همیشه تمیز باشی یا شیک باشی یا خوشبو باشی. و من همیشه عاشق عطر بودم، همیشه بهترین عطرها رو میرفتم میرم کی تازه اومده میگرفتم. به همین دلیل گفتم دلم میخواد که چون یک دونه دختر دارم یک عطرم از خودم بدم بیرون به نام سحر بای مهدی، یه یادگار از من باشه. شغلی خب پس چیزی که فقط عوض میکردی فکرت بوده؟ فکرم بوده. تو عاشق این کارم هنریم همیشه بودم، تو از کوچیکیم بودم و موفقم شدم، از کوچیکی رفتم جلو انقلاب بدون هیچ پشتبانی. صد درصد اونو بتونم انقلاب شد. مستی قبل از انقلاب اومد بیرون یا بعد از انقلاب؟ قبل از انقلاب، اصلا خبری نبود. ما همیشه برای تعطیلات محرم سفر می آمدیم به اروپا. گفتم چون پسرای هایده لندن بودن و سحر در سوئیس بود، ولی خب ما خب بیشتر همه ایرونی ها لندن می رفتیم. خب من یه آپارتمان در لندن داشتم فقط برای تعطیلات که می آیم اینا. که آمدیم برای تعطیلات که الان 26 سال داریم در تعطیلات. خب چیا رو پشت سر گذاشتی و با اومدی آمریکا یا به انگلستان؟ فامیل، وطن، زندگی، تمام زندگی. یعنی ما برای گردش اومده بودیم، نه که برای موو کردن. ما برای گردش اومدیم که همه چیمون در ایران مون، فامیلام در ایران موندن، خاکم که از همه مهمتره دیگه 26 ساله ندیدم. خونه و اینا رو گرفتن؟ همه. یعنی هیچی نداری؟ هیچی ندارم. همه اینها رو خودت خریداری کرده بود یا ارثیه پدری؟ نه من پدرم چیزی نداشت که ما ارثی به ما برسه، ولی خب مادرم در جوانی چیزی داشت که چون پدرشون ثروتمند بودن، مال رشت بودن، دو تا فقط خواهر بودن، مادر من به خاله و مادر من با پول خودشون مال بودن. و این چیزی که خریدی باز مال مادرم نبود؟ مال خودم. نه مال خودم. یا رب یا خدام رمز باید تا به که چون چند لرزان شعله ها افرو این پل بشکست که ای آخر میری شد تقدیر
با کی زندگی میکنی؟ خودم تنها. تک و تنها؟ تک و تنها. همدمی؟ کسی؟ همدمم تمام دوستام. دوستای خوبم. همکارم. مثل شماها. تنها زندگی کردن چطوره؟ دیگه الان عادت کردم علی جون. دیگه الان فکر میکنم بتونم با کسی زندگی کنم، چون خیلی ساله که من شوهرم جدا شدم. خب. همیشه با مادرم زندگی میکردم که الان برای 8 ساله، یعنی تمام عمرم رو با مادرم بودم. ایشون رفت. زندگی هنرمندای آمریکایی از دقیقه‌ای که از خواب بیدار میشن تا لحظه‌ای که میرن روی صحنه برنامه اجرا میکنن تا میان دوباره برمیگردن به خونه و زندگیشون، همیشه به صورت یک ستاره بوده، به صورت یک سوپرستار زندگی کردن، به خصوص کسانی که در اشل یا لول شما تو دنیای خارج هستن. برای هنرمندان ایرانی این مسئله یه خورده نامعنوس یا غریبه است، یعنی مثل یک انسان معمولی زندگی میکنن، بعد اون زمانی که به صحنه میرسه اون هیاهو و اون شور هست و بعد باز دوباره که تموم میشه برمیگرده به زندگی عادی. کی میبرتمون؟ با کی قراره برگردیم؟ چطور باید برسیم به هتل؟ چطور باید بریم به خونه؟ بعد که میریم خارج از اینجا که هستی، همین جایی که من خودم، این فضا به چه صورتیه؟ این فضا هم که خودت گفتی، خب البته ما چون تو مملکت خودمون نیستیم. من در ایران که بودم اصلا پشت ماشین نمیشستم. یک روز هوس کردم پشت ماشین بشینم. تو جردن راننده من بغل دستم بود. خدا شاهده شام تصادف میکردم، چون همه میگفتن مهستی میپیچیدن که مهستی رو ببینن. یه جا وایسادم گفتم نه، من نخواستم پشت ماشین بشینم، تو بیا بشین پشت ماشین. اونجا ما نه بیرون می آمدیم، چون نمیتونستیم بیرون بیاییم. توی حساب محبت هایی که مردم به ما داشتن، علاقه واقعا ازدحام میشد نمیشد. ما فقط پس برای همش تو خونه بودیم، لباس همون که در خارج خب می رفتیم می گرفتیم، یا خیاط همون آدم خونه، یا اینکه شب به شب فقط می رفتیم برای برنامه. ولی اینجا هم توی خود گفتیم خب نمیشه، چون اولا اون جمعیت و اون زندگی و اون راحتی ها نیست که ما بخواییم اون کار رو بکنیم. نیست که من خودم که رانندگی میکنم خوشبختانه، همه کارامو خودم میکنم. زمانی که خبر از دست دادن هایده رو شنیدی، لس آنجلس بودی، چه حالی بود؟ چه حسی بود؟ یعنی اون حس رو انشالله هیچ کس نبینه که بدترین حسا بود. هم ناراحت خودم بودم، هم ناراحت مادرم بودم و هم ناراحت سه تا بچه هایده. چطوری خبر رسید؟ والا اتفاقا اون روز آخه زکایی خونه ما بودن، اومده بودن با من مصاحبه کنن که هایده در سان فرانسیسکو بود و به من تلفن شد، برادرزادم، پسر همین برادرم که گفتم، به من زنگ زد که هایده حالش به هم خورده و بردیمش بیمارستان. چرا هایده اومده برای کنسرت؟ یعنی چی؟ گواره حالش بد شده ولی تو خودتو فوری برسون. گفتم من چجوری برسونم؟ خلاصه بعد به کامی گفتیم، پسر هایده، کیوان نوشیان که لندن بود. خلاصه من دیدم که من نمیتونم، ولی کامی گفت تو باش پسر هایده که به مادر رو مواظب باشی، ما بری ببینیم چه خبره. که کامی تا میره فرودگاه، از فرودگاه من زنگ میزنه میگه متاسفانه هایده تمام کرد. که واقعا اون روز بس که تمام دنیا رو سر من ریختن و من توی حمومم رفتم، فقط تو حمومم گریه میکردم و نمیستم بیام به مادرم چی بگم، چی کار بکنم. اصلا تمام دستا هنوز گرم میگم یخ میکنه. خیلی روز بدی بود که دیگه رفت مادرم. چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ هایده، برای اینکه هایده چند سال بود، اولا پدر من قند داشت و فشار خون و هایده این عشق رو هر دو رو برده بود از پدرم. هایده از بچگی قند داشت و ما نمیدونستیم. نیست که فشار خونم داشت و کار ما هم که کار هنری هم همش با استرسه و از این شهر به اون شهر نمیدونی چجور دایت بگیری و همش عصبی هستی. نیست که اصلا با زندگی هنری جور نمیواد مریضی هایده و این چند سال این زرج رو کشید تا وقتاً متاسفانه بدترین درده و این میزنه به قلب. من دوست دارم این مسئله رو عنوان کنم.
میبخشم اگه نمیدونم. خواهش میکنم. ولی فکر کنم یک بار لازمه که خودت این جواب رو بدی. اونم این هست که شایعات زیادی بوده به خاطر اینکه آیا به خاطر زیاد روی یا اووردوز به مواد مخدر هایده سکته قلبی کرد. به روح خودش قصدم، به روح خودش قصدم، به جان یک دونه دخترم که دنیای منه. هایده 2 سال بود حتی سیگارم نمیکشید چون نمیتونست بکشه. تحت نظر دکتر بودمش، چطور میتونه اون کار رو بکنه و در اثر اون مواد خود سکته بکنه. به جان دخترم، به همه شما عزیزانم، من این رو از تای دلم میگم، این رو از من قبول کنیم که هایده واقعا سکته در ضرورت مریضی کرد، مال قند زیادش نفشان بالا و بعد و نوستان این همینطور میرفت بالا میام از پایین. این رو من قسم میخورم. خود شما بیماری خیلی هنوز محبوب هموطنام هستم و هنوز میتونم روی صحنه برای هموطنان بخونم و واقعا به خودم میبالم. آیا نیاز به خوندن داری که میخونی از لحاظ مالی یا عشق به خوندن داری؟ اول گفتم عشق، یعنی همیشه میخوام تا آخرین دقیقه زندگیم روی صحنه باشم همینطور که هایده خواست و هایده روی صحنه رفت. شما الان میتونید دیگه نخونید و زندگیتون ادامه بدید؟ میتونم، البته به اون صورت نیست که بگم خیلی، ولی میتونم نخونم. آره، ولی عاشق خوندنم. عاشق خوندن هستی. کجا را از همه جا بیشتر دوست داری وقتی میری و مردم رو میبینی؟ دبی، که همه میگن چرا دبی رو دوست دارم علی جان؟ چون خودت دیدی تمام هموطنان از ایران میان، خودت دیدی با داشتن و نداشتن میان برای دیدن هنرمندانشون و این برای من افتخاره. من فقط میرم اونجا که این عزیزانم رو از نزدیک ببینم و بتونم شادشون کنم و بتونم خاطرهای قدیمه که از من داشتن رو تو برتبه اینا جو ببینم. این بارها دیدیم با هم نشستیم، هنرمندایی هستن که داریم غذا میخوریم، تلفن داریم حرف میزنیم، صحبت هستش، یه کسی میگه ببخشید خانم هستی میتونم با شما یه عکس بگیرم، از جات بلند میشی میری باهاشون عکس میگیری شما، درسته؟ نه، این نمایش من هستی یا این خود من هستی؟ این خود من هستی، چون اگر نمایش باشه میتونم یه دفعه نمایش کنم ولی بعدش که نمیتونم بگم با ای بابا خسته شدم، ولی میبینم اینا با یه حالتی اومدن دلشون میخواد عکس بگیرن، میگم خب حالا من قضام تیر نمیشه، بذار اینا رو خوشحال کنم. نباید که با عکس با من هستی و امثال من هستی خوشحال میشن، چرا من این کارو نکنم؟ خیلی از بچه ها نمیخونن، ناراحت میشن. پس منم برای همینه که 37 سال دارم میخونم، چون اخلاقم این بوده. اخلاقت با همکارا چطوره؟ تو دارم میخواد سوال بکنی، یک نفر من یک نفر نیست از من ناراحت باشه. همه همکارام هستم، همه من میگن من هستیم میخوام کنسرت بذاریم مثلا فلانی فلان. تو با کی ناراحتی؟ من میگم به خدا هیچکی، با هر کی گذاشتیم گذاشتیم. روی صحنه میام مثلا میگن فلان کسی خود دیر کرده تو میری؟ میگم چرا، من میرم. فینالو نمیدونم اول آخر نداره، تو باید روی صحنه با صدات به مردم حال بدی و خودتو نشون بدی. تو حالا بمون آخر برو و دتی نتونی بخونی و خودتو نشون بدی فرقی نمیکنه، ولی اولم برو و خودت رو نشون بدی. پس اول آخر نداره، همیشه آمادم، هیچ وقت نه نمیگم. خودتو برنامه گذاشتی یادته برای دبی، برای اولین بار که منو برداشتیم بردیم، ساعت 4 به من رسید ولی من خندان با همتون میگفتم و میخندم. 4 صبح رفتم روی صحنه و همه مردم هم بودن، تا آخرش هم بودن که آهنگ هایده رو خوندم، همه شمع و فندک روشن کردم. پس اینه، ولی راحتم با همکارم هم راحت. کیو دوست داری یا صدای کیو دوست داری؟ صدای کیو دوست داری؟ من صدای ماهین رو خیلی دوست دارم، بعدم صدای منصور رو خیلی دوست دارم و خودشم خیلی دوست دارم منصور. تو خانوما چی؟ تو خانوما صدای خواهرم خیلی دوست دارم، هایدر. هایدر گوش میکنی؟ حتی همیشه. همیشه کدوم آهنگشو اگر
فرصتی باشه دوست داری خودت بخونی؟ بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته. خیلی همیشه عاشق این آهنگش بودم بعد از مستی. اون عاشق کدوم آهنگ شما بود؟ هایده بعد از تو هم در بستر غم میتوان خوب، بعد از تو هم با دل سخنها میتوان خوب. خیلی هست روابطت با پسرهای من و من هایده عاشق بچه های هایده هم درست مثل بچه های خودم. با کدوم بیشتر؟ همه شون عاشقشن با تو پسرهاش که گلن دخترشن و خوشبختانه همه شون هم در اینجا هستن و الان پسر هایده پسر بزرگش کامی داره ازدواج میکنه با دختر عبدالبهار شهیدی. جدا؟ خب بسیار عالی. و اون یکی پسرشم؟ اون پسرش کیوان؟ نه کیوان بله نازی دختر دکتر ثقفی در این هستن. خب حالا در رابطه با زندگی شخصی خودت که بارها و بارها برای مردم مطمئنن این جذابیت بوده، عاشقی، عشق، مستی عاشق پیشه هستش مهم. انسانی هستش که عاشق باشه عشق به شخص دیگه داشته باشه به چه صورتیه؟ آره من نمیتونم عاشق نباشم، همیشه باید عاشق باشم. یعنی تو زندگیت همیشه یه شخصی بوده؟ همیشه باید یه کسی باشه، به یه فکر یه کسی باشم. ولی هیچ وقت آدم جنجالی نبودم و دوستم ندارم باشم. دل داده بودی واسه اون شخص یا باید تنهایی رو دوست نداشتی؟ نه دل داده بودم، مثلا دوست دارم همیشه عاشق باشم و ایثارم میدونی؟ اونجوری دوست داری؟ آره. ولی از جنجال خوشت نمیاد؟ اصلا چون ایش دیرش کاری رو چطوری سپری میکنی؟ صبح که بلند میشم قربونت برم میرم پایین ورزش میکنم، بعد میام دوش میگیرم، البته چند تا تلفن باید تلفن رو جواب بدی و صحبت کنی و بعد برم بیرون برای خودم یه دوری بزنم و یه خریدی بکنم و شب اگه با دوستان مهمون باشم که میریم شام بیرون یا خیلی شب هم خب تو خونه میشینم تلویزیون نگاه میکنم، غذا برای خودم درست میکنم چون دایتم جوجه درست میکنم و شبایی که برنامه نداشته باشم سعی میکنم زودتر بخوابم، همیشه ساعت دیگه 11:30 من میخوابم. مدیر برنامه های من هستی کیه؟ مدیر برنامه های من هستی الان فلان دخترم همه کارهای من میکنه، کارهای البته کرمم و عطرم. مدیر برنامه کنسرت ها و جشن ها خودم هستی؟ خودم هستی. خودم هستی هوای خودم هستی رو داره؟ آره باید که خودم بیشتر میتونم میدونی راحت تر با هموطنام صحبت کنم و ببینم چی میدونی. وقتی نمیکنی با این همه طرفدار صحبت بتونی بکنی یا میرسی با کسی با مردم؟ نه اونا که منو بخوان خب دعوتم کنم درشون میخواد با خود من صحبت کنم، از اون لحاظ میگم که منم میگم خب اینا دوست دارم با خود من صحبت کنم، خب چه بهتر بذار خودم باشون صحبت کنم. از لحاظ خیلی خب کنسرت ها مثلا کنسرت های اروپا خب هستن که برام مثلا الان مثلا با آقای خشایار هستم مال اروپا، ما آقای خشایار همه کارهای اروپا ما انجام میده ولی تو لس آنجلس خودم. حدود 300 تا آهنگ خوندی. هر خواننده خارجی اگر 300 تا آهنگش دو تاش یا سه تاش یا پنج تاش گل کرده باشه خودش که هیچی، دخترش هم هیچی، نوه هاش هم تأمینه راحته. آیا از این آهنگایی که خوندی هیچ چیزی نصیب خودت شده؟ هیچ وقت ما همش همیشه بعد آماتور میشه که شروع کنیم باز بعد همیشه نوار جدید بدیم تا بتونیم خوراک داشته باشیم. متاسفانه از این لحاظ واقعا برای خودم و امثال خودم تأثیر میخوام که چرا ما باید در یه همچون جایی دنیا آمده باشیم که الان انقلاب شده باشه و بتونیم در به در بشیم. میدونیم چون ما نه اگه انقلاب نشده بود یعنی همینطور میرفت جلو داشت درست میشد، یعنی حق و حقوقی به شما تعلق بله، میگیره. بله 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 الان علی جان ما میخونیم برای شرکت ها تازه به خودشون این اجازه رو میدن که بگن نوار ما رو پخش نکنن، اصلا نفهم یعنی چی، همچنین حقی ندارن که بگن.
کجا پخش نکنن؟ مثلا تو رادیو پخش نکنن، تلویزیون پخش نکنن. پس ما یعنی چی؟ ما آهنگ جدید میخونیم که پخش بشه که بتونیم برنامه‌های دیگه با هموطنا داشته باشیم، باهاشون باشیم. ها؟ چون من مرا درآمدی از آلبوم ها نداری. نه. پس در واقع این خوندن این آهنگ ها واسه این هستش که اون خواننده توی بورس بمونه؟ اکزکتلی، برای الان هم همینه، تو بورس بمونه و بتونه اغلبیت مردم که میخوانشون برن و با آهنگ های جدید با مردم. نه مخیر، نه نه، با اکثر دوستان که بچه با همه دوستم، با همه شون دوست دارم، ولی هیچ وقت باشون نبودم مثلا تو مهمونی هاشون برم بیام. نبودی؟ نه. حالا چی پیش بیاد گه گداری که این کار انجام بشه. دوست داری هنرمندان دیگه با جنابالی چطوری رفتار کنن؟ همونطور که خود من رفتار باشون میکنم. میدونی احترام بذارن، میدونی احترام گذاشتن به خود آدمه. یعنی من اگه احترام به شما بذارم، به خودم احترام گذاشتم. دوست داری مردم با شما چطور رفتار؟ من مردم عاشقشونم و همین کاری که تا به امروز با هم کردن دلم با همون کار با من بکنم. توقع چی هستش برای کسی که 35 ساله 36 ساله داره واسه مردم میخونه؟ به جرئت میگم همینی که الان هست که من رو هنوز روی صحنه نگه داشتن. بعدشون متشکرم از تک تکشون که اونا خواستن که من هنوز روی صحنه. اگه بخوای بهشون یک صحبت بکنی، یک پیام بدی، یک حرف بزنی در رابطه با کار هنریت، چی میگی؟ میگم همون آهنگ که خوندم، میگم این شما بودین که من همیشه بودم و بدونین میخونم برای شما میخونم، چون عاشق تک تکشونم. اگر تو زندگی بخوای بهشون یک نصیحت بکنی چی میگی؟ که همینطور که 37 خواننده باید بچی داشته باشه، خواننده ببینین باید اول که خودش خواننده صدا داشته باشه، صحنه رو بتونه اداره کنه و با مردمش بتونه اون توازن رو داشته باشه و بتونه محبوب ستاره باشه. چطور میشه به شادم؟ ستاره برای ستاره باید میگم به اول کارت با چه کسایی میری و بتونه خودت رو چجوری معرفی کنی، با چه آهنگی، با چه شعری. خیلی مهمه شعر و آهنگ، خیلی مهمه که تو همیشه ستاره بمونی. در دوره امروزه میگن روی صحنه، چرخوندن صحنه خیلی اهمیت داره. شاید زمانی که سالها پیش برمیگردیم به عقب این حالت نبوده، امروز میگن اینا هستش. شما به این شور و هیجان و رقصنده و نور و آتش به روی صحنه اعتقاد داری؟ خیلی کار قشنگیه، ولی نه برای تیپ کارهای من، برای این جوانایی که میرقصن و خودشون هم باشون میرن. آیا فکر میکنی میتونه اینها یک ستاره رو به وجود بیاره یا زور علکیه؟ من فکر میکنم ستاره باید اون چیز اصلی رو خودش داشته باشه. با این چیزا تو پس پایی میری صحنه رو ببینی، میتونی بری لاس وگاس شو ببینی. ولی کسی که بخواد موندگار باشه باید خودش داشته باشه. همه اینا زود گذره. تو میتونی به زور الان به خودی که خودت بهتر میدونی، همه هم میدونن، به زور کامپیوتر صدا رو درست میکنم، خارج میخونه رو تنظیمش میکنم، نوار رو میدم بیرون. ولی تو اگه بخوای زنده بخوری اون موقع خودتو نشون میدی. اگه خواننده تونست روی صحنه بدون موزیک بخونه، اونو میگن ستاره، اونو میگن خواننده. آرزو چه آرزوی داری؟ سلامتی، سلامتی همه عزیزا، بچه هم برای خودت چه آرزو؟ خودم سلامت باشم و تا روزی که اصلا مردن برای من چیز نداره. هر روزی که بمیرم ناراحت نمیشم، ولی دلم میخواد تا زمانی که زنده هستم سلامت باشم و محتاج کسی نباشم. اون همیشه از خدا آرزو. تا کی روی صحنه؟ تا موقعی که بخوان من، تا موقعی که بتونم بهش اونی که میخوان عرض کنم. فکر میکنی یه هنرمند میدونه تا کی مردم میخوانش و کی دیگه نمیخوانش؟ اگر تو صدات خوب باشه مردم همیشه میخوان و بتونی آهنگای خوب، بتونی آپ تو دیت باشی، صدات رو داشته باشی و بتونی آپ تو دیت باشی، مردم میخوانت. خودتو خوب حفظ کنی. ولی اگه بخواد صدا از بین بره و خودت هم از لحاظ هر چیزی ول بدی، نه دیگه اون درست نیست.
باید همیشه اگر خودت رو به نظر من خوب حفظ کنی به مرد دوستشی نپرسیدم، سوالی بوده که دوست داشتی جوابش رو بدی و من چون تو انقدر قشنگ از من بعد از واقعا 35 سال مصاحبه با من قشنگ مصاحبه کرد.